به نام خدا. سلام. 76 سال قبل در هرات شخصیت زندگی میکرد به نام آجی اسماعیل سیا. آجی اسماعیل سیا معروف بود در هرات به طنز نویسی، اشعار زیبا و آذرجوابی و بذله‌گویی. یکی از افرادی که کمتر کسی هست که در هرات گوره نشناسه و اکثر هراتیان که مطالعه دارند، کتاب خواندند و حداقل سن و سال بالاتری دارند با نام اسماعیل سیا و شخصیت اسماعیل سیا آگاهی دارند، آشنایی دارند و او را میشناسند. امروز در این گزارش ویژه آمدیم به منزل یکی از نوادگان یا از نواسه های آجی اسماعیل سیا تا در مورد شخصیت آجی سیا بیشتر بپرسیم و شما هم بیشتر آشنا بشیم. حکایت های مختلف را ما در مورد آجی اسماعیل سیا شنیدیم که در واقع هم گل لبخند بلوا شما میاره و هم از طرف دیگر نقدهایی که آجی صاحب میکردم در امو زمان و در حکومت های مختلف در واقع باعث سازندگی میشده و منتقد نظام وقت بودن در واقع، که قصه های خیلی شیرین و جذابی داریم در این برنامه. و مکنون به منزل محترم عبدالناصر اسفدی نواسه آجی اسماعیل سیا هستیم و انجینر صاحب اسفدی از دوست بسیار نازنین من هستند و همچنان رئیس پیشین ریاست اقتصاد هرات و یکی از شخصیت های شناخته شده ولایت هرات هستند که قطعا بیننده های ما با اونا آشنایی دارند. ما را همراهی کنیم، میریم، اختلاط های خیلی شیرینی داریم و قطعا این گزارش را از دست ندیم. آمدیم به ادامه برنامه و گزارش ویژه ما. خب آمدیم به کنار انجینر صاحب اسفدی و سلام عرض میکنم خدمت شما انجینر صاحب و تشکر بسیار زیاد که با وجود تمام مصروفیت ها وقت دیر برای ما در نظر گرفتیم و میزبان ما بودیم امروز. تشکر از شما و بینندگان محترم شما، من به خدمت هستم. سلامت باشیم، زنده باشین. اسفدی صاحب، از اینجا آغاز بکنیم که آجی اسماعیل سیا کی بود؟ آجی اسماعیل سیا از دو بود میشه معرفی کرد. یک بودی که پدر کلان ما است، مسائل شخصی، و بود دیگه بودی هست که در 100 سال اخیر دانشمندان، ادیبان، فرهنگیان کشور اینا در این مورد معرفی کردن. یک تصویر کلی در مورد زندگی اینا، در سال چند تولد شدن، در کدام سال وفات کردن، آثار اینا و شخصیت اینا، چون وقت سوال میکنیم در مورد شخصیت آجی صاحب اسماعیل بعد به یک چیز واحد نمیرسیم، چون یک شخصیت چند بودی داشتن. خب آنچه ما هم معلومات داریم نظر به تحقیق و شرح حال آجی صاحب توسط دانشمندان و کسانی که در ادبیات و فرهنگ و عالم هستند از 100 سال پیش شروع کردن. دقیقا حدود 100 سال قبل سرور جویا، ژورنالیست معروف کشور و هیراتی ما و شما، اینا اولین بار مقاله در ارتباط آجی صاحب نوشته میکنه از آثار از اینا، و او را یک شخصیت روحانی، اجتماعی و حتی نوشته میکنه اعتقاد مردم از نگاه روحانیت به او هست. و بعد از او
جناب مرحوم استاد خلیلی دانشمند معرف کشور در ارتباط رئیس مسائل بسیاری نوشته میکنن، یک فصل در کتاب خود. میر غلام احمد قبار نویسنده مشهور کشور و عالم کشور، اینها نوشته میکنن. آقای محمد علم قواس دانشمند شعر کشور یا مسائل نوشته میکنن. جناب دکتر سیب عبدالغفور آرزو نوشته میکنن شعر حال و آثار و در مورد چگونگی شخصیت زینا. مولانا سیب خسته یکی از نویسندگان معروف کشور یا در باره زینا نوشتن. صدیق به نام صدیق تخلصی نار امیل لحظه فراموش کردیم، اونا یک نویسنده معروف کشور هستن. و بالاخره جناب دکتر حکیم باختری از کشور تاجیکستان که اثر مشهوری که باز بعدا معرفی خواهیم کرد یا نویشنگان. این دانشمندای بزرگ کشور از ابعاد مختلف شهر حال حاجی سایبر توضیح میدن. چرا از تولد حاجی سایب از تاریخی هست که حدود سال 1240 هجری شمسی میشه که الی سال 1324 که دودن 84 سال عمر میکنن. در همین تاریخ همونطوری که جناب دکتر سیب آرزو در کتاب سیاه سپیدندری نوشته کردن، البته فراموش ما نشه کتاب بزم نشاط که شهر حوال نار جناب مرحوم غلام حیدر کبیری دانشمند معروف هرات و کشور اونا هم کتاب نوشته کردن. شهر حوال از اینا در توسط امی دانشمندا، توسط مورخین، توسط شعرا اینا انعکاس داده شده و هر کدوم از یک بود ابعاد مختلف، ابعاد اجتماعی، سیاسی، روحانی. و حاجی سبر شخص منتقد و معرفی کردن، شخص بزلگوی معرفی کردن، تنظامی که مسائل تنظامی است، تمام مسائل مشکلات اجتماعی، این عکاس مسائل مشکلات اجتماعی خصوصا. خب در طول 184 سال حیاتشون که جناب دکتر سیب آرزو از تولد از اینا نوشته کردن که امیر دوست محمد خان به هرات حمله کرده، از اون تاریخ همین تحولات در کشور بوده، تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی اینا. و حاجی سیب در همین دوران حیات داشتن. نویسندگان، مورخین که یادآوری کردم که زیاد درباره شهر حوال حاجی سیب نوشته کردن، از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار دادن و بحث کردن. خب از هر نگاه، از مسائل روحانی، اجتماعی، سیاسی، خصوصا انعکاس مشکلات اجتماعی و حکمت قبلی یا حکمت دوره ظاهر خان که کتاب اولین کتاب داره رسما از طرف مطبعه دولتی وقت چاپ شده، اونا رو بنام شاعر آزاد معرفی کرده. یعنی اینا بدون کدام سانسور حقایق را انعکاس دادن، حقایق اجتماعی، حقایق سیاسی، مشکلات که بوده اینا رو هم انعکاس دادن. بنان ایر چون مطالعه از این آثار این محققین و مفسرین و اینا رو که مطالعه تمند وقت زیاده بکار داره که هر کدوم کتاب ها نوشته کردن، از دوی جمله حداقل سه اثر پیش ما هست که باز بسیار خوب یک توضیح کلی دادیم. در ولسوالی کروخ اگه اشتباه نکنم تولد شد. بله، زادگاه اینا یکی از قریجات ولسوالی کروخ که رسما به نام توتک و گلسوم یاد میشه در جنوب شرق ولسوالی کروخ موقعیت داره. درسته. شما اونا رو یاد میدیم وقتی کودک بودیم یا اونا در قید حیات نبودن وقتی شما تولد شد؟ وفات حاجی سیب در سال 1324 که حدود 77 سال میشه، یعنی ماه عقرب سال 1324 بوده که حدود 76 و 77 سال میشه وفات. تولد نشد؟ نه نشده.
این سوال مکمه که چیز میشه ای من سند شما رو بالا میبرم نخواسته. خب میایم به بود شخصیتی. خب صحبت های کلی شما انجام دادیم، به بود شخصیتی که بسیار محبوب و معروف هستن نزد مردم و کسایی که اونا رو میشناسن، ای صاحب اسماعیل سیا یک آدم آذر جواب و زبان نیشدار و تندی داشتن. در مورد از این میشه چند حکایت از اونا قصه کنیم، از روایت هایی که شما برای شما سینه به سینه انتقال یافته یا در کتاب ها نوشته شده. من چند روایت شنیدم برای من خیلی جالب بودک، مثلا مهمونایی که همیشه می آمدن به ایرات میگفتم ایجی صاحب همیشه به او بزما بودن و هیچ کس نتونسته بر صورت به آذر جوابی ایجی صاحب اسماعیل سیار شکست بده. بله، یکی از خصوصیات اینا و یکی از استعداد ذاتی که در وجود مرحوم بوده امی حاضر جوابی و مجلس آرایی یک استعدادیه که در بعضی اشخاص افراد است، یکی از این جمله است. خب نوشته هایی که بزرگواران دارن و ما مطالعه کردیم نشان میده که اجیسی در محافل بسیار، یعنی عمدتاً عمر خود اینا در مسافرت و بیرون از خانه بودن، چنانچه دکتر سب حکیم باختری تاجیکستانی زمانی که سال 1985 با آخرین خانوم از این مصاحبه میکنه و این گپ پر خانومی هم باز تکرار میکنه که ما جیر ندیدیم و او همیشه در مسافرت و در محافل و در مجالس و از محافل خورد و کوچک و مردم قریب و دوست و آشنا الی مقامات حکومتی همیشه اینا در سفر بودن و عمدتاً یک از خصوصیات اجتماعی از اینا همی بوده، همیشه در سفر و با دوستان و با مجلس و صحبت و تبادله افکار و اینیا مسائل بوده. بسیار خوب، اسفادی صاحب قصه‌های خیلی شیرینی هم داشتن و حکایت‌های که هنوز در سینه به سینه مردم هرات و کسانی که علاقه داشتن به ادبیات و طنز هنوز اونو سینه به سینه میگرده. چند تا از اون نمونه ها میشه شما قصه بکنیم از مواردی که به کابل اتفاق افتاده یا در بزمهایی که روبرو شدن با حاکمان همو زمان؟ همونطوری که گفتم یک بخشی از کلیات همونطور نویسندگان محترم بزرگواران نوشته کردن، بخش های طنز و شوخی ها و این مسائله. خب طنزا یا شوخی های حاجی صاحب هم بسیار ظاهرن بسیار سبک معلوم میشن و باطنن بسیار مسائل عمدر نشان میداده، انتقادی به شکل انتقادی. از این جمله یکی از قصه هم هست که با صدر اعظم وقت هاشم خان از پاپمان طرف کابل می آمدن و در مسیر را در یک کنار سرک یک زیارتی بوده و یک ملنگی همونجا افتاده بوده و هم کنار زیارت. حاجی صاحب میگه همینجا یک لحظه صبر کنین و موتر پایین میشه و میره با همون زیارت ملنگ زیارت سلام علیکم و خوش و بش میکنه و پس میای و صدر اعظم میپرسه جی خیریت بودی چی میشناختی؟ گفتم من خویر نمیشناختم، من خور معرفی کردم برای ازی که من اجی اسماعیل سیا هم که همراه صدر اعظم به محترم و بعدن ایچون یا قومندان میشه به ایراد یا واکم میشه یا کدام چیز باز من رو بشناسه. خب در پشت ازی گب یعنی شما نشان میداده که شما هر کسی از می کنار سرک هم میگیریم و روان میکنیم و اینجی این منظور هست. در داستان دیگه که معروفه و عمدتا اکثر هیریتی هایی که سن اینا کلان بود قبلا هم همه قصه میکردن، زمان حکمت این اثار داشته گوگیرد و نمکر در هرات و زمانی که نثار میشد و کنترل حکمت دوی باز بازار یافت نمیشد. حاجی صاحب طرف کابل که میرن صدر اعظم میگه از هرات میدی بری ما چی توفه آوردی؟ حاجی صاحب دستمال خود باز میکنه و یک قطعه گوگیرد و یک توته نمکی. خوبی میگه که تو عجب والا از مردم به ای چی آوردی؟ گفته کسی که به دوست خوب هم معتبرترین جنس میاره دیگه، نایابترین جنس میاره به دوست خود دیگه. اینی دو جنس در هرات نایاب بود، معمیر آوردم دیگه. باز همون که متوجه میشه حکمت و ایر آزاد میکنه حکم داده میشه. یه از داستانهایی که
و یا در بخش دیگه با این مجلس های کوچک و روحانیون و دوستایی که داشتن در خانه هستن، مویکز روحانیون دوستای خود و همسایه ها و دوستا اینا خبر میشن که فلانی به خانه بایجیشتی اطفال خود روان میکنن که به دهن از اینا توف کنن. همین روحانی، شخص روحانی. خب اینا که خلاص میشه، حاجی سیب هم سگ خود میاره میگه که به دهن از اینا توف کن که گران شه. خب این به این منظور که حاجی سیب با خرافات همیشه بین حریت خواهان در کتابان آمده، بین حریت خواهان بسیار جدی و افراطیون در دین آثار اینو نشان میده. هر دو رو به شکلی کوبیدن به هر دو طرف، هم تو صورت علمی نقد کردن که در کتابا هست. بله بسیار خوب. و حکایت جالبی بوده که حکایت های خیلی شیرین و جذابی هم در لابلای تمام کتاب ها، حداقل بخش های از چند کتاب که من مطالعه کردم و شنیدم، بسیار جذابه. خب کتاب ها رو معرفی کنیم. این کتاب معرفی کنیم، همطور که گفتم که دانشمندان بزرگی در طول 100 سال شهر آل سیر توسط مقالات، روزنامه ها، آثار خود یا کارنامه های خود نوشته کردن. از باز کتاب هایی که به صورت درستی تألیف شد به صورت مکمل، مرحوم غلام حیدر کبیری هیروی ایره آثار تحت نام بزم نشاط کلیات جیسه به تألیف کردن، یک مجموعی خوب آثار خوبی از مرحوم کبیری صاحب، و جناب دکتر صاحب آرزو یک از دانشمندان و فرهنگیان بزرگ کشور، دکتر صاحب آرزو تحت نام سیاه سپیدندرون کتاب آثار اجی سیبر اینا جمع آوری کردن و تألیف کردن، زحمات زیادی کشیدن در این چند سال، شاید حدود 30 سال اخیر. و جناب دکتر سیب حکیم باختری از کشور تاجیکستان، اینا حدودا 43 سال قبل شروع کردن کار روی شهر احوال حجی سیب و بسیار کوشش کردن و نتایج کار خود بالاخره یک کتاب تألیف کردن به نام آزاده هیروی که مرکز نشرات ازی در کابل در کتابخانه سیدیان در شهرهای در مرکز کابل شهر آسیمایی. فکر کنم شما بوده که به ابتدا برنامه بگفتیم کتاب های زیادیه که شما فقط همین چند جلد در داریم و مقالات زیاده نوشته شده، مستند کار شده، گزارش ساخته شده و ای خود از این من فکر میکنم یک افتخار بزرگیه برای این فرهنگ کشور ما. و اجیسه به اسماعیل سیا رو شاید نتونیم محدود کنیم به جغرافی های هرات، بلکه اندیشه‌ای که اینا داشتن فراتر از این جغرافیا بوده. دقیقا وقتی که شما کتاب ها رو مطالعه میکنیم میبینیم که اینا در اون سطح که از سطح کوچک در محافل کوچک اجتماعی که با دوست و آشنا الا مرکز حکمت اینا قرار داشتن و در بود سیاسی هم بسیار حرفایه و مثلا در لسان عربی هم اینجا هست در کتاب نوشته شده، این نشان میده که بلستان عربی هم حاکم بودن و در مسائل مختلف کشور شهر در طول زندگی از اینها تحولات بسیار زیاد رخ داده. همونطور که گفتم از سال 1240 الی 1384 که از یک تاریخیه که تحولات زیادی در کشور رخ داده و اینا در هر بخش هستن. آنچه دیدن، آنچه نقایصی بوده او رو نکاس دادن، آنچه کسی خدمت کرده او رو یادآوری کردن، کسانی که نکرده خدمت به جامعه اونا رو واضح و رک و روشن. یک از خصوصیات از اینا بدونه همونطور که حکمت وقت 100 سال پیش اونا شاعر آزاد نوشه، چون اینا تمام نواقص روک راست برملا ساختن. خصوصیات همینه که هیچ سانسوری وجود نداشته در قسمت از اینا
و آنچه که دیدن، آنچه که واقعیت بوده او رو نکاست دادن. بسیار خوب، بسیار عالی. میراث عزیز برای شما که نواسین هاییم و هنوز خوشبختانه در قید حیاتیم چی بوده؟ فقط ما همی مطالعه آثار از اینا، شهر اول از اینا، شخصیت از اینا که چی قسم با مردم روابط داشتن، چی قسم ناملایمات اجتماعی دیدن، مشکلات مردم دیدن، کمی و کستی ها در حکمت دیدن، اینا این مطالعه از اینا برای معانیمی کل چیزی که هست که درسی برای زندگی که اونا همیشه طوری که نوشته کردن دوست مؤلفین در کتاب خوب وقت با چند جلد کتاب هم رایشان بوده، دلایل خیرات در زندگی اینا در اون بکس اینا و کفن اینا همیشه همراه اینا بوده. کفن اینا به داخل بکس اینا، کفن اینا به داخل بکس و چند جلد کتاب یا قرآن شریف و دلال خیرات می کتاب های فقهی که دائم چی بوده از اینا دیگه هیچ، فقط یک عصا جنس مادی، یک عصایی به میراث مونده که و عصا هم قرار گفته خود اینا تا آخر عمر استفاده نکردن، و عصا هم تو نو به جای گذاشته. هیچ از بحث زر اندوزی و مال اندوزی و با وجودی که در تمام بخش ها و با همه دوستاش نبودن، در این بخش هیچ چیزی اصلا فکر و صحبتی و یا چیزی یادآوری نشده و صرف همیشه با خودم کفن نداشتن و چند جلد کتابی که مطالعه میکردن. بله، و به این خاطر بوده که قدر اینا شخصیت محبوبی بودن و بعد از گذشت این همه سال نزدیک به یک قرن هنوز که هنوز ما شاهد هستیم و میبینیم که هنوز محبوبم نام اینا زنده و به نیکی از اونا یاد میشه و این خودی و یک درس بزرگ برای ما میده که در دنیا هیچ چیزی از نام نیک بالاتر نیه. شما امو یک پوری کفنه دیگه، اما ما شما خود خود میبریم از این دنیا به ارث میبریم، خلاص دیگه چی نیه. پس این همه زراندوزی و این همه به اصطلاح ارث و طمع در این دنیا دیگه فکر میکنم جالب نباشه و فعلا میبینیم شخصیت های خب ما هنوز هم داریم، آدم های قطعا داریم که امو تک فکر و منشی دارن، ولی آدم های هم داریم که میلیون ها نفر میایم تباه میکنم، در بدر میکنن، زراندوزی میکنن به خاطر رسیدن به قدرت و شهرت، از هیچ کاری دریغ نمیکنم، حتی حاضرم با سرنوشت میلیون ها انسان بازی بکنن. ولی شخصیت های مثل عجیس اسماعیل سیا که عرض کردن، گفتم همیشه کفن هم داخل بکس اینا بوده، یعنی همیشه آماده به این بودم که روز این دنیا رو ترک میکنن و که حالا شاید ایت بامزه باشم این گپ و جنبه فان و طنز داشته باشه، ولی منش از اینایی بوده که بالاخره ما میریم از این دنیا، این چیز واضحه که باید بریم، چیزی که مهمه نام نیکی که باید از ما به ارث بمونه. البته فقط در طول عمر خود اینا نظر به خواست حکمت یا چی حکمت، 2 سال اینا در وقت ولایت غور ما شما حکمرانی بوده، یعنی در سطح ولسوالی بوده، اینجا حکمران غور ها ولایت غور بودن و از اون هم یاد داشته دارن در اشعار آمده که با حکمت کار کردن، با افراد چی قسم افراد مواجه میشن، با چی قسم هیئت هایی که تفتیشی که از کابل آمده و با اینا برخورد کرده، بخاطر ازی که همیشه در طول تاریخ ما و شما همشون مشکلات بوده، فساد و انواع اقسام بوده، همون هم انعکاس دادن یا هست در کتابایشان. اگه قصه روایت داریم از او به ذهن شما هست میشه بگیم از او زمان او در کتاب به شکل شعر آمده انعکاس دادن که ما به اینجی بودم و همین سرگذشت دوری حاکمیت خور در ولایت غور یا در حکمرانی غور او رو انعکاس دادن. و چیز نقطه جالب اینه که بعد از اینکه اینا از کار وظیفه به اصطلاح جدا میشن یا برطرف میشن، قرار معلوم همو قرار بوده که حالا که ترانسپورت تل موتر حواله میکنه، او وقت اسب بوده و اسب جو و اسبشون حواله نکرده بودن که تا هرات اینا بیان. یکی از ناملایمات
که در برتر فی یک شخص که از ولایت غور یا از مرکز فیروزکوه کالیم یا چخچران اینا ایرم یا ایر البته ایر به شکل نقدی پس انعکاس دادن که یعنی کسی که پاک کار کنه حتی وقت برترفی و همه امتیاز رو هم ندادن که مثل از اینکه حال تلموتر ندن یا شخص نرسونن این هم آماده همونتو که بزرگوار و یا مؤلفین یا دانشمند ها اینا رو تحقیق کردن این مسائل نوشته شده ثبت شده. خیلی خوب، یک بخش از کتاب ها و آثار خب در مورد کلی به شکل نثر نوشته شده بوده و خود نمه نوشتم هر از گاهی در مورد اشعار، اگر ذهنیت داریم یک چند بیت از اشعار اینا رو میشه که برای ما بخونیم؟ نه اگر میشه وقت داشتیم یک بیات خوب بیارم مشکل نداره میشه که شما یک مروری بکنیم و یک در واقع مروری بکنیم ما یک بار دیگر عکس نشان بدیم، عکس شخصیتی که ما از ادام در مورد اینا صحبت میکنیم و شما به گوگل هم که سرچ بکنیم نام حاجی اسماعیل سیار بعضی از داستان ها و حکایت های در واقع در مورد اینا هست همین لحظه سرچ کنیم حتما بخونیم، حکایت های خیلی شیرینی داره. اگر این شوای زمستون که طولانی هم هست و وقت هم زیاد بشینیم این کتاب ها رو بخونیم خیلی جالبه و در واقع جذابیت داره. شما شیفته این شخصیت میشه میره به شما قول میدم چون یک شخصیت بسیار بامزه بودن، منش خیلی بزرگی داشتن و فکر کلانی داشتن، به او خاطر اینا رو تبدیل کرده بود به یک شخص جذابه و همه اونا رو دوست داشتن و کمتر کسی جرأت میکرد که بیای خود اینا به اصطلاح به موی حساب شوخی و مزاح و به اصطلاح مشاعره، حالا اگر بگیم مشاجره اگر بگیم هر واژه که استفاده میکنیم، خب اونا کسی جرأت نمیکرد خود اینا بیایه بشینه روبرو بشه و گپ بزنه چون کم میآوردم هر کس صحبت کرده کم میآورده در برابر اجی صاحب، چون هموکته که عرض کردم آقای اسفری زبان بسیار تندی داشتن، زبان بسیار گویایی داشتن و ای که در واقع بیرحمانه گاهی وقتا طرف ارزایی میکردم و به مو خاطر کسی جرأت نمیکرد که به اصطلاح خود اینا براحتی زبان به زبان بشه. خب از لابلای اوراق کتاب ها به دنبال یکی از ابیات اجی صاحب میگردن و ای که ببینیم امو شعر مورد نظر اینا در واقع چی هست که اونو حتما برینا جذابه. ظاهرن امو بیت مورد علاقه پیدا کرده. ما در اول دیوان در وصف پیغمبر اسلام حضرت موسی علیه السلام شیری سوریم که یکی پرد اول به دیمه رو میخونم: گر نکردی کردگار از بحر خیشت انتخاب، کی بیرون میامد از انقای گردون آفتاب. ای صحاب رحمت کونین فخر کائنات، مقصد دنیا و دین والله و عالم به ثواب. این همه تو ادامه داره دیگه، یعنی شروع کتاب با حمد و توصیف پیامبر اسلام و همونطور که گفتم دیگه به ادامه از این حدود دیوان بخش دیوان 3500 شعر به می ادامه آمده و چی اوصله داشتم واقعا کنار میشیشتم می سرودم و می نوشتم واقعا. البته نقطه برجسته همینه که حجی صاحب که تمام مفسرین و محققین در این نوشته کردم که حجی صاحب خودشان دست به و جالبترین و برجسته ترین نقطه هم در شهر و اول زندگی حجی صاحب که اینه که اینا رو همین فقط در هر جا که شیش دوردن دوست و آشنای نوشته کرده، هیچ اینا خود از اینا هیچ وقت اینا رو جمع نکردن و به دسترس یا پسران خود قرار داده باشن، فقط در هر محفل شیشتی بودن کدام دوستی آشنای مثل به طور مثال در غوریان بسیار برنابات شما میفهمید که مرکز فرهنگی میرزایان قدیم برنابات بوده
هر جا کشیشون در هم فقط اونا دوستا اونا یادداشت کردن و بعدا محققین و اینا اونا رو پیدا کردن. این یک نقطه جالبه که هیچ وقت خودشون هیچ تمام ایگپا از زبان مردمه که شاهده مجالس اینا بودن اینا یاد چی شده. بسیار خیلی خوب، خیلی خوب، ممنون، تشکر از اینکه وقت کردیشتین و صحبت‌های خیلی کلی داشتیم در مورد شخصیت حاجی اسماعیل سیا. هدف ما از ساخت این برنامه ای است که ما شخصیت‌هایی که در تاریخ هرات داشتیم هیچگاه به فراموشی نسپاریم و بریم به خانه‌های مختلف سر بزنیم، آثار اینا رو ورق بزنیم، کتاب‌های اینا رو، تا اینکه شخصیت‌ها همیشه برای نسل‌های نو ما اینا زنده بمانند و به نحوی پاسداری بکنیم از زعمات کسانی که قرن‌ها پیش برای از این شهر، برای از این کشور در واقع در حوزه ادبیات، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد فعالیت‌های مؤثر و مفیدی داشتند. تشکر از شما و امیدوارم زحمات تمام بزرگوارانی که در طول 100 سال اینا شعر آل اول اینا نوشته کرده انشالله که خیر و برکات تعجزن و استفاده کسانی که میکنن و از اینا خیر میبینن. امیدوارم که برکات از اینا ثواب اینا نصیب از اینا بشه. بسیار عالی، تشکر، بازم با ما همراه باشین، وقت صرف غذای غذا نوشیجان میکنیم و صحبت های پایانی. جان سپاس از همه شما بیننده عزیز که با ما همراه بودین و تا این دم برنامه دنبال کردین. خدا کنه که تلف توجه شما قرار گرفته باشه و در پایان اگر تا کنون عضو کانال ما نشدین همین لحظه سابسکرایب کنیم و عضو کانال ما بشین. نظریات خورم با ما شریک بسازیم. اگر موعد پسند نمود حتما لایک بکنیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.